مصر باستان یکی از شکوهمندترین تمدن‌های تاریخ است. با این حال، مصر چندین بار توسط امپراتوری‌های قدرتمند مختلف مانند آشوری‌ها، ایرانی‌ها و رومی‌ها فتح شده است. اما به نوبه خود، ثروت و اعتبار مصر نیز به فاتحان این امکان را داد تا قدرتشان را بیش از پیش افزایش دهند. به نظر شما چگونه گربه‌های ایرانی باعث شکست لشکر مصر باستان و پیروزی ایران در زمان هخامنشیان شد؟ امپراتوری ایران هخامنشی یکی از ابرقدرت‌های واقعی جهان باستان بود. از سال 550 قبل از میلاد ایرانیان تحت فرمان کوروش بزرگ به سرعت پیشرفت کردند و بسیاری از نواحی غرب آسیا از جمله بابل را فتح کردند. کوروش همواره در پی آن بود که پس از فتح بابل مصر را نیز فتح کند، زیرا اخباری از تصمیم آمازیس دوم فرعون دودمان 26 برای حمله به پارس به گوش می رسید. کوروش در پی تجهیز کردن ارتش خود و تصرف مصر چشم از جهان فرو است. پس از مرگ کوروش، پسر بزرگش کمبوجیه دوم از راه خشکی و با همکاری کاهنان معبد آمون به مصر لشکر کشید. در همین زمان بود که آمازیس دوم لایق از دنیا رفت و فرزندش پسامتیخ سوم که فردی ناشایسته و بی تجربه بود بر تخت مصر نشست. علت دقیق این نبرد مشخص نیست. برخی معتقدند که کمبوجیه به دلیل توهینی که از سوی فرعون به او شده بود تصمیم به جنگ با مصر گرفت و برخی دیگر دلیل آن را کشورگشایی می دانند. این نبرد که در منطقه‌ای به نام پلوزیوم انجام شده در کتب تاریخی به نبرد پلوزیوم شهرت یافته است. نبرد پلوزیوم اولین نبرد مهم و بزرگ بین این دو تمدن باشکوه و باستانی به شمار می رود. پیروز قطعی این میدان لشکر هخامنشیان بودند و توانستند بر لشکر مصر پیروز شوند و بر مصر باستان مسلط شوند. اما نکته بسیار جالب استفاده لشکر ایران از یک تاکتیک جنگی بسیار هوشمندانه است که حتی امروز هم تحسین کارشناسان را برانگیخته است. بخش زیادی از جزئیات نبرد پلوزیوم توسط مورخ یونانی به نام هرودوت به ما رسیده است. طبق گفته هرودوت، کمبوجیه به مصر اعلان جنگ کرد. فرعون جوان مصر که تازه 6 بود به حکومت رسیده بود، تمام تلاش خود را کرد تا برای نبرد آماده شود. امید او به حمایت متحدان یونانیش خوش بود که ظاهراً او را تنها گذاشتند. سرانجام فرعون سپاهی گردآوری کرد و در منطقه پلوزیوم در نزدیکی رود نیل منتظر رسیدن سپاه هخامنشیان شد. آنها در قلعه پلوزیوم که قلعه بسیار مستحکم و غیر قابل نفوذ بود و همین موضوع خیال مصریان راحت می‌کرد منتظر ماندند، اما آنها خبر نداشتند که سپاه کمبوجیه علاوه بر جنگاوری و تجهیزات جنگی قرار است از تاکتیکی بسیار هوشمندانه استفاده کند. مصر باستان بسیار قدرتمند بود و به این سادگی ها تسلیم نمی شد. هرودوت بیان کرده که شمار زیادی از افراد هر دو سپاه کشته شده بودند و جنازه آنها تمام میدان جنگ را پر کرده بود. ظاهراً هرودوت از استخوان‌های باقی مانده از این نبرد بازدید کرده و حتی به تفاوت بین جمجمه ایرانی ها و مصریان اشاره کرده است. به گزارش او، استخوان جمجمه مصریان با ایرانی ها تفاوت داشته است و جمجمه مصری ها بسیار ضخیم تر از ایرانی ها بوده است. افراد زیادی از دو طرف کشته شد و هیچ طرف تسلیم نمی شد. بنابراین کمبوجی از تاکتیکی هوشمندانه استفاده کرد که باعث پیروزی قاطع و سریع بر لشکر مصر شد. کمبوجیه می دانست که گربه در فرهنگ مصری بسیار مقدس و با ارزش است و مصری ها به هیچ وجه حتی در جنگ هم آسیبی به این حیوان نمی زنند. بنابراین به لشکریانش دستور داد تا گربه هایی را با خود حمل کنند و همینطور روی سپر و پرچم هایشان تصویر گربه نقاشی کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی.
لشکر مصر که به خصوص تیراندازانی ماهر داشتند با مشاهده گربه‌های زنده و تصاویر آنها به هیچ وجه قادر به حمله و تیراندازی نبودند تا مبادا صدمه‌ای به گربه‌ها برسد. به همین ترتیب کمبوجیه در نبرد پلوزیوم توانست لشکر قدرتمند مصر را شکست دهد. پس از شکست در پلوزیوم، پسامتیخ به ممفیس می رود، ولی ممفیس هم در یورش بعدی سقوط می کند و مصر سفلا به تصرف ایرانی ها در می آید. از منابع مهم در زمینه فتح مصر کتیبه اوجاهورسنت است. او از فرماندهان و پزشکان مصر بود که به کمبوجیه پیوست. کتیبه او در واتیکان نگهداری می شود. پس از فتح مصر سفلا، کمبوجیه به سمت مصر اولیا و پایتخت آن می رود و در نبردی سری آنجا را هم تصرف می کند. به این ترتیب کل مصر به تصرف ایرانی ها در می آید. در آنجا کمبوجیه متوجه می شود که پسامتیخ در مصر سفلا قیام کرده است. در یک حمله سری قیام فرو می شیند و پسامتیخ اعدام می شود. در مورد کمبوجیه منابع مصری با گفته های هرودوت ناسازگار است، زیرا منابع مصری نشان می دهند که مصریان کمبوجیه را همچون فرعون جدیدی از دودمان 27 مصر پذیرا شدند و او نیز به سنت های بومی و دینی مصری ها سپاس گذاشت. اما هرودوت او را فردی ظالم و مبتلا به بیماری روانی پارانویا توصیف می کند. تصویر کمبوجیه در کتاب هرودوت تصویر مهاجم بیگانه سنگدلی است که علاقه یا حساسیتی نسبت به عقیده های اجتماعی و مذهبی مصریان ندارد. این در حالی است که متون مصری مربوط به آن روزگار این تصویر را تایید نمی کنند. کمبوجیه پس از 3 سال حکومت سال 522 قبل از میلاد درگذشت. چندین نگذشت که چندین استان در سراسر امپراتوری از جمله مصر شورش کردند. با این حال پادشاه جدید ایران داریوش بزرگ به مصر لشکرکشی کرد و به سرعت به این قیام پایان داد. داریوش بزرگ برای دلجویی از مصری ها که در زمان گئومات مغ نیایشگاهشان ویران شده بود به معابد آنها رفته و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه‌ای برای آمون ساخت که خرابه های آن هنوز از مملکت داری داریوش حکایت می کند. کاهن بزرگ مصر را که به شوش تبعید شده بود به مصر بازگرداند و او را بسیار احترام کرد. به واسطه این اقدامات مصری ها از داریوش راضی شده و او را یکی از قانونگذاران بزرگ خود دانستند. دیودوروس پس از نام بردن از 5 تن از قانونگذاران مصر می افزاید 6th مردی که به تدوین قانون مصر پرداخت داریوش پدر خشایارشاه بود، زیرا او از بیقانونی گئومات مغ که در رفتار او با مقدسات مصر بروز یافته بود خشمگین بود و بر آن شد تا زندگی توأم با فضیلت و احترام به خدایان را در پیش گیرد. تایید قاطع این موضوع در پاپیروس عامیانه شماره 215 کتابخانه ملی پاریس یافت می شود. این متن در سده 3 پیش از میلاد نوشته شده است و در کنار متن گزارشی از حکم داریوش در سال 518 پیش از میلاد دیده می شود. داریوش فرمان می دهد که خردمندان از میان سپاهیان و مردان مذهبی و دبیران گرد هم آیند و تمام قانونهای مصری را که تا سال 44 سلطنت آماسیس جاری بودند به نوشته درآورند. داریوش همچنین با حفر کانال سوئز و مرتبط کردن مدیترانه و دریای سرخ تأثیر شگرفی بر مصر و جهان باستان گذاشت. پس از سلطنت داریوش مصر علیه چندین پادشاه هخامنشی از جمله پسر داریوش خشایارشاه اول قیام کرد. سال 404 قبل از میلاد یک شورش بزرگ سبب شد که ایرانیان کنترل مصر را برای حدود 60 سال از دست بدهند. در این زمان مصر را 3 سلسله بومی اداره می کردند. آخرین آنها سلسله سیوم در نهایت سال 343 قبل از میلاد توسط اردشیر 3 دوباره فتح شد. پارسیان در دوره سلسله 31 تا زمان سقوط امپراتوری هخامنشی کمی بیش از 1 دهه بعد بر مصر حکومت کردند. مصر برای دوران نزدیک به 200 سال جزء قلمرو هخامنشیان بود، تا اینکه اسکندر مقدونی به ایران تاخته و سلسله هخامنشیان منقرض شد.
چندین سال بعد، یعنی در دوران سلطنت خسرو پرویز ساسانی، در جریان جنگ های ایران و روم، مصر فتح شده و مدت 10 سال جزء قلمرو ساسانیان به حساب می آمد. خسرو پرویز به سردار خود شهرباز دستور داد با لشکری برای فتح مصر برود. شهرباز پس از فتح اورشلیم و گذر از صحرای سینا به مصر قدم گذاشت و در سال 616 میلادی اسکندریه را با سختی‌های بسیار تصرف کرد. پس از آن ارتش ایران در مصر 2 قسمت شد و از 2 سو یکی به غرب و یکی به جنوب حرکت کردند و وسعت خاک ایران را از غرب به لیبی و از جنوب به شمال سودان رسانیدند. این پیروزی برای ساسانیان تأثیر شگرفی بر جای گذاشت، زیرا مصر از چندین قرن پیش از تصرف ایران خارج شده بود و شاهان ساسانی همواره میل داشتند مرزهای کشور را به حدود هخامنشیان برسانند.